سلام و سلام و سلام من با یه ویدیو دیگه برای ساز جذاب ساز هم هارمونیکا امروز در ادامه بحث همون درس رشید خان که دو تا تیکش کرده بودیم تیکه اول اومدیم در مورد 6 8 صحبت کردیم در تیکه دوم اومدیم گفتیم که 6 8 دو تا حالت داره یه حالت ابتدایی رو با هم دیگه صحبت کردیم امروز می‌خوایم اون حالت شاید بتونیم بگیم پیشرفته تا یه اون حالتی که خیلی وقتی که می صدای خیلی کاملتر رو یعنی از اون شکل شش هش از خودش ابراز میکنه رو بهتون یاد بدیم همونطور که گفتیم گفتیم توی حالت دوم شش هش کاری که انجام میدیم این هست که میاییم هر کدوم از این میزانهای شش هش رو که هر کدوم شش دونه چند توش داره رو به دو تا دسته ستایی تقسیم میکنی یعنی میشه یک دو سه چهار پنج شیش که گفتیم توی هر کدوم از این دسته ها سه تا دونه چنگ قرار میگیره یعنی میشه یک دو سه چهار پنج شیش میشه دو 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 دو, دو, دو خب به همون شکلی که شما اینجا هم میبینید ما توی میزان اول مثلا دو تا دونه نوت داریم که هر کدوم یه دونه چنگ هست و یه دونه به شکل سیاه هستش چی کار میکنیم؟ این یک دو سهی که میشماریم یکمون میشه چنگ دو سهمون چون دو تا دونه چنگ هستن میشه یه دونه سیاه یعنی میشه می می سی لا بعد توی میزان دوم دوباره یه سل سی های سفی... س... نقطه دار داریم که میشه یه ضرب کامل چون میشه خودش سه تا دونه چنگ و بعد سه تا دونه چنگ داریم که هر کدوم یک ضرب هستن ولی توی این حالت جدید که گفتیم کل میزان دوم ما قراره به شکل دو ضرب بزنیم یعنی ضرب اول اون میشه سل سفید سیای نقطه دار و سه تا دونه چنگ بعدی اون میشه سل لا سی چهار پنج شیش و توی میزان بعدی که یک سیاه و یه چنگ داریم که اینا میشن یک دسته یک و دو و سه مون میشن چار و پنج و دو و سی و لا مون میشه و همینطور ادامه پیدا میکنه و میاد جلو میرسه به خط دوم توی خط دوم چه اتفاقی میفته؟ افتا بچه با یه جاهایی رو حواستون باشه که مثلا همه جا دیگه چنگ سیاه نیست یه جاهای سیاه چنگ کرده اونجا مثلا میشه یک دو سه یک و دو رو به هم دیگه وصل میکنه سه میشه چنگ مثلا در خط دوم میزان دوم ما این حالت رو داریم یعنی میگه سول فا سول فا یعنی یک و دو شده سول فا میشه اون چنگه و بعدش هم یه می سیاه نقطه دار اومده و بعد میاد توی قسمت دوم قسمت دوم دو بار تکرار میشه به خاطر اون برگشتی که داره دو بار تکرار میشه که میشه سول سول یعنی کلا دو میز دو زرد میشه می... میزانه سوم خط دوم که میشه همون یک دو سه چهار پنج شیش هست پس هر کدوم از میزان ما به طور کل همون یک دو سه چهار پنج شیش رو از همون طبعیت میکنه ولی هر کدوم از این سه تا شدن یه دونه دسته یعنی کلا من در هر میزان شش هشت دو ضرب دارم که توی هر ضرب سه تا دونه چند قرار میگیره و شمارشش اینجوری یک دو سه چهار پنج شیش یک دو سه چار پنج شیش چنگ 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 که شما با این اوصاف میتونید این ریتم شش توی این آهنگ به راحتی بزنی بعد توی ریتم شش... توی آهنگ های 6 دیگه هم به طور کل ریتم به همین شکله یعنی شما ریتم به این شکل اگه یاد بگیرین این یه چیز سراسری که توی همه آهنگ ها دیگه استفاده میشه لایک و سیب و شیر کامنت یادتون نره بچه‌ها لطف کنید اگه از یوتیوب میایین سابسکرایب فراموش نشه